سلام بر شما من نازنین معتمدی هستم در این برنامه 37 درجه به بازی های ویدیویی میپردازیم کی فکرشون می میکرد که این بازی ها تاثیرات مثبتی هم روی مغز داشته باشند؟ مغز خودم و خبرنگار گیم کلیک رو امارای میکنیم تا ببینیم چه فرقی با هم دارند توصیه های کاربردی برای کسایی که ساعت های طولانی پای بازی های ویدیویی قدم اولی که فرد باید چیه خانواده چه برخورد سازنده ای میتونه داشته باشه اکثر کسایی که اهل بازی های ویدیویی نیستن فکر میکنن این گیم ها وقت تلف کردنه از طرف دیگه هم بیشتر خبرها این گیم ها رو با چاقی مفرد، بد خلقی و در موارد افراطی به اعتیاد به این بازی ها مرتبط میکنن مخصوصا بازی های اکشن رو حالا اگه بهتون بگم تحقیقات علمی ثابت کردن که همین بازی های بزن بزن و بکش بکش اثرات مثبت رو مغز دارن واکنشتون چیه؟ من و علیرضا واسفی خبرنگار گیم کلیک رفتیم به سوئیس تا تهاتوی این تحقیقات رو در بیاریم. در عمرم اینقدر از شنیدن آماری شکه نشده بودم. فکر میکنید تو دنیا چند نفر مثل علی رضا خبرنگار گیم برنامه کلیک بازی کامپیوتری میکنند حدود 3 میلیارد نفر تازه این رقم مربوط به دو سال پیشه تخمین زده میشه در سال 2024 یعنی همین چند ماه دیگه 3 میلیارد و 300 میلیون نفر در جهان گیم بازی کنند. کم به این رقم فکر کنید طبیعیه که با این تعداد گیمر در دنیا نگران تبعات سلامتیش هم باشید. تا حالا بیشتر تحقیقات روی عواقب منفی گیم تمرکز کردن. احتمال چاقی مفرد و در موارد افراطی اعتیاد بگه. اما فوایدش چی؟ راستش من نه تنها هیچ علاقه ای به گیم ندارم بلکه کوچکترین استعدادی هم تو این زمینه ندارم. علی رزا هم که نیاز به توضیح نداره. برای اینکه ببینم آیا بازی کامپیوتری واقعا فایده هم دارند هر دومون رفتیم دانشگاه ژنو در سوئیس. جایی که یک تیم تحقیقاتی بزرگ سال‌هاست که دارن روی تاثیر گیم روی مغز پژوهش می اینجا بن قرار از مغز هر دومون امارای بگیره و با چند تا آزمایش تفاوت مغز یک گیمر رو با یه فردی که بازی کامپیوتری نمیکنه نشونمون بده. پژوهشی که نتایجش برق رو از سرم پروند اول از همه از همون تست تمرکز گرفتند اول یه شکلی در مرکز تصویر ظاهر میشه و بعد یه شکل دیگه در محیط اطراف اگر این دوتا هم رنگ بودن باید دکمه فشار بدیم سرعت ظاهر شدن این تصاویر مدام بیشتر و بیشتر میشه به نظر ساده میاد نه؟ برای علیرضا گویا بله اصلا انگار نه انگار داره امتحان میده اما این از وضعیت من حتی تقلبم کارساز نبود و یک ساعت بعد نتیجه اومد علی رزا در سرعتهای بسیار بالا هم جواباش درست بود در یک دهم ثانیه انتخاب درست میکرد اما شرکت کننده دیگه بدون اینکه اسمش رو بیاریم عمل کردش متفاوت بود. فقط وقتی سرعت پایین بود پاسخاش صحیح بود. نه یعنی علیرضا شیشه فرابر از من سریع تره؟ <applause> بله علیرضا چیزهایی رو میبینه که شش برابر سریعتر حرکت میکنن همش به خاطر اینکه بازی کامپیوتری میکنه ما چندین نوع مختلف آزمایش تمرکز از شرکت کنندگان گرفتیم و نتیجه در همه این بوده که گیمرها تمرکز خیلی بهتری دارند مخصوصا اونهایی که بازی اکشن میکنن بازی اکشن تیراندازی اول شخص و سوم شخص در مسیرهای عصبی و سیناپس مغز تغییراتی ایجاد میکنه چون در این بازی ها هم باید حواست به هدف باشه که بزنی هم حواست به محیط اطراف که کسی تو رو نکشه یعنی شما میگین گیمرهایی مثل علی رزا اصولا سریعتر یاد میگیرند؟ بله این توانایی که مغز بتونه همزمان که روی یک چیز خاص متمرکز هست حواسش به پیرامون هم باشه برای یادگیری خیلی مهمه چندین مطالعه دیگه هم نشون داده که گیمرها هم بهتر و هم سریعتر یاد میگیرند آیا این توانایی رو منم میتونم کسب کنم یا دیگه خیلی دیر شده نه دیر نیست میتونی یاد بگیری چون برخلاف تصور رایج بزرگ سالان هم مغزشون انعطاف پذیری داره چقدر باید بازی کنم تا بتونم مثل یه گیمر مثل علی تمرکز داشته باشم با ده ساعت بازی تغییرات رفتاری دیده میشه منظورم ده ساعت پشت سر هم نیست روزی چهل و پنج دقیقه تا دو ساعت هفته ای پنج بار خیلی زیاده نمیتونم 45 دقیقه تا دو ساعت روزی برای بازی وقت بذارم خبر خوب اینه که لازم نیست آخر اون بازی کنی تا این فواید رو ببینیم اثرات بازی کردن روی مغز بلند مدته متخصصان دانشگاه ژنو از ما هم مثل هزاران نفر دیگه در تحقیقشون امارای گرفتن زمانی که زیر دستگاه هستیم یه بازی اکشن تیراندازی باید بازی کنیم و دستگاه فعالیت های مغزیمون رو ثبت کنیم. نتایج امارای ما هم مثل بقیه نشون از تفاوت فاحش شبکه های تمرکز مغز علی رزا با من داشت اما هدف نهایی این تیم از تصویر برداری مغزی چیه؟ با مطالعه نتایج این تاثیر برداری های مغزی ما میخواهیم بفهمیم قسمت های مختلف بازی چطوری بخش های مختلف مغز رو به چالش میکشند و چه تاثیری روی انواع مختلف تمرکز میذارند وقتی جواب این سوال رو پیدا کردیم اون موقع میتونیم بازی های خاصی طراحی کنیم که بتونه تمرکز رو در کودکان و بزرگ سالان بهبود ببخشه یا گیم هایی درست کنیم که برای بیمارانی که بینایی کمی دارن یا بچههایی که اختلال ADHD یا بیش و عالی و کمبود توجه دارند یا کسانی که استراب یا افسردگی دارند مفید باشه. چون کنترل تمرکز یکی از راههای تنظیم هیجانی که برای درمان خیلی از اختلال های روانشناختی لازم همینطور ثابت شده که بعضی بازی ها برای کمک به بیمارانی که سکته مغزی کردن برای به دست آوردن کنترل حرکتیشون مفیده همین الان هم اداره غذا و داروی آمریکا یه بازی رو برای ADHD و ADD تایید کرده. مطالعات نشون داده که این بازی تونسته میزان داروی مصرفی رو کمتر کنه و نتایج مؤثری در عملکرد رفتاری افراد هم داشته باشه. اسم شرکت سازنده بازی اکیل اینتراکتیو هست. تیم پروفسور بولیر چند طراح گیم استخدام کردن تا همینجا تو دانشگاه با استفاده از یافته های تحقیقاتشون بتونن بازی های کامپیوتری جدیدی طراحی کنن که بدون خشونت بتونه انواع مختلف تمرکز رو در افراد بهبود ببخشه. اما ساخت بازی هم بودجه خیلی زیادی میخواد و هم خیلی زمان بره. برای همین همزمان دانشگاه ژنو با قولهای تولید کننده بازی های کامپیوتری وارد مذاکره شده تا رازیشون کنه برای همین بازیهایی که فعلا در بازار هستند چندتا مأموریت غیر خشن طراحی کنند که مثلا بتونه استراب افسردگی رو کاهش بده یا روخانی یا دیکته دانش آموزان رو بهتر کنه that... خیلی هم خوبه که حالا گیمرا مثل علی رضا تمرکزشون خیلی بالاست ولی right. بازی کردن چه فواید دیگه ای تو زندگی روزمرهشون داره یکی از تاثیرات مستقیمش در رانندگی این افراد هم دقیقتر تر می رونن، هم مثلا اگه یک دفعه بچه یا سگ به پر سر راهشون سریعتر واکنش نشون میدن و ترمز میکنن مثلا جراح لاپروسکوپی که گیم بازی می کنن، خیلی راحتتر گره بخیه را پیدا می کنن و بعد کار با ابزار براشون خیلی راحت تره. مثال های شبیه این زیاده. مثلا تعقیب آدم بدا در مسیرهای مارپیچ تو بازی های تیراندازی باعث شده هندسه فضایی افراد بهتر بشه و راحت بتونن یه شکل رو تو ذهنشون بچرخونن توانایی که در معماری، نافبری و پجوش های شیمی به درد میخوره <applause> چرا فقط بازی های تیراندازی اکشن این تاثیر رو دارن؟ یعنی به خاطر خشونتشه؟ نه بهبود تمرکز و یادگیری ربطی به خشونت در بازی نداره ما از یک کمپانی تولید کننده بازی خواستیم تا بازیش رو طوری تغییر بده که مکانیک بازی های اکشن رو داشته باشه اما خشونت را حس کنه و بعد نشون دادیم که چطور بچه ها تونستن با انجام اون بازی تواناییشون رو در روخونی ادبیات به شدت بهبود ببخشن این مدت زمانی که شما میگین در هفته انقدر فایده داره بازی کردن آیا هیچ ضرری نداره؟ خیلی خوشحالم که این سال پرسیدی. تحقیق ما نشون داد که میتونی روزی حدود یک ساعت بازی کنی. هفته پنج بار و بعد از ده هفته این فواید رو ببینی. این خیلی با اعتیاد به بازی و از صبح تا شب پای کنسول بودن و اینکه هی صدات بزنن نری سر میز غذا بخوری فرق داره. اتفاقا برای کسب بیشترین فایده باید ساعتهای کمتری بازی کرد اما تعداد روزهای مداوم بیشتر چون خوابیدن آموخته را در ذهنتون ذخیره میکنه و فاصله زمانی فرصت برای بازآموزی رو فراهم میکنه در دانشگاهی دیگه اومدن همین تحقیق ما رو تکرار کردن اما گفتن در دو روز دوازده ساعت بازی کنید و نتیجه نشون داد که اصلا تمرکزشون بهتر نشد. گویا بازی های ویدیوی هم مثل اکثر چیزا تو زندگی در حد تعادلش مفیده درسته که بعضی بازی های ویدیوی میتونن برای جنبه هایی از کارکرد مغز مفید باشن اما حواستون باشه که این چراغ سبزی نیست که شما ساعت پای دستگاه مشغول بازی بشید این یک اختلال سلامت روانه که سازمان بهداشت جهانی هم جزو بیماری ها محسوبش میکنه اگه خودتون یا یکی از عزیزانتون بازی آنلاین یا آفلاین میکنین و از نشانی هایی که میگم حداقل پنج مورد رو دارید یعنی زنگ خطر براتون به صدا در مده. اگه مشغولیت اصلی ذهنیتون بازی کردنه اگه زمانی که امکان بازی نیست احساس ناخوشایندی مثل غم یا استراب دارید یا آستانه تحملتون کم شده اگه ساعتهای بازی کردن مدام بیشتر و بیشتر میشه یا نمیتونید میل به بازی رو کنترل کنید و هرچی سعی هم میکنید کمتر بازی کنید موفق نمیشید اگه سرگرمی های مورد علاقه قبلیتون رو رها کردید یا با وجود اینکه میدونید بازی چه مشکلاتی تو زندگیتون ایجاد کرده همچنان ادامه میدید اگه به اطرافیانتون درباره مدت زمان بازی کردنتون دروغ میگید اگه برای فرار از موقعیت های استرسا یا تسکین افکار و احساسات منفی بازی میکنید. در صورتی که بازی کردن براتون پیامدهای منفی داشته مثل افت تحصیلی یا کاری، کاهش روابط اجتماعی و فراموش کردن مسئولیت های روزانه. اگه این علائم رو تجربه می کنید، حتما از متخصص سلامت روان کمک بگیرید. یکی از این متخصصین مهمون برنامه 37 درجه هستند. دکتر ربکا لاکوود فوق تخصص روانپزشکی بالینی در مرکز درمان اختلال های بازی ویدیویی هستند. خیلی خوش اومدید دکتر لاکوود. ممنون از دعوتتون. وقتی کسی به مرکز اختلال بازی تو بریتانیا مراجعه میکنه چه کارهایی براش انجام میدین؟ اول وضعیت رو ارزیابی می کنیم تا بفهمیم موضوع تا چه حد مشکل سازه و چقدر روی زندگیش تاثیر گذاشته. قدم بعد اینه که انگیزش رو بالا ببریم و برای ایجاد تغییر در زندگیش هدف گذاری کنیم. این کارا می تونه مدت بازی کردن رو کم کنه. اغلب کسانی به ما مراجعه می کنن که بازی همه زندگیشون شده. ده، دوازده، چهارده ساعت در روز بازی می کنن. مدرسه نمیرن، سر کار نمیرن، رابطهشون با خانواده دچار مشکل شده، ورزش رو کنار گذاشتن، با دوست و فامیل معاشرت کنند. برای همین اول ازشون میپرسیم که میخوان چه چیزهایی رو به زندگیشون برگردونن و برنامه میریزیم که کم کم روال روزمرهشون رو تغییر بدیم تا دوباره کارا و فعالیت هایی که کنار گذاشتن رو شروع کنن. تنها میار تشخیص شما مدت زمان بازی کردنه؟ نه اتفاقا از روی تعداد ساعت ها تشخیص نمیدیم تشخیصش مثل بقیه رفتارهای اعتیادیه مثلا وقتی فرد نتونه از بازی دست بکشه یا مدت زمان بازیش رو کنترل کنه و تاثیر واقعا قابل ملاحظه بر احساساتش گذاشته و وقتی فرد دچار اضطراب و افسردگی شده باشه اون وقت تشخیص میدیم که این اختلال رو داره ممنون دکتر لاکوود ببینیم جذابیت های بازی از نگاه یکی از گیمرهای ایرانی چیه جذابیت در کل زیاد داره یعنی فقط این نیستش که من مثلا برنده شدم تو بازی خیلی کیف داد بریم یه بار دیگه برنده همین که با دوستات میتونستی یه بازی بکنی خیلی کیف میداد که مثلا با هم یه جا نبودیم این امکان رو داشتیم ولی خیلی از بازی که کردم استرلاین داشتن یا اوپن ورلد بودن که خب لذت کشف کردن منطقه مختلف بازی اون مپش اینکه تک تک جزئیاتی که به کار بردن داستان های جذابشون یه سریشون شخصیت های فراموش نشدنی که دارن اینا باعث میشه که یه جورایی این بازی ها مثل فیلم و داستان و کتاب آدم رو بگیره پای بازی نگه داره که تو ببینی بعدش چی میشه و دیگه چی پیدا میکنی دکتر لاکفود چرا این بازی ها اینقدر اعتیاد آورد؟ دلیل اولش مثل بقیه رفتارهای اعتیادی ترشوه دوپامین موقع بازی کردنه. یه پاداشیه که مدام در طول بازی در بازه های زمانی مختلف هر چند وقتی یک بار به فرد داده میشه. بازی ها طوری طراحی میشن تا اونقدر فرد رو پای گیم نگه دارن تا به اون جایزه یا مرحله خاص برسه و پاداش رو بگیره. اما حواسشون هم هست که رسیدن به جایزه رو اونقدر طول ندن که شخص بیخیال بشه. وقتی میزان دوپامین کم میشه نیاز شدید به بازی سراغ فرد میاد و برای رهایی از این احساس ناخوشایند دوباره مشغول بازی میشه که دوباره دوپامین ترشو و حس شادی ایجاد بشه دلیل دیگه اینه که شرکت‌های بازیسازی بازی‌ها رو خیلی جذاب و خلاق طراحی می‌کنن. گرافیک بسیار پیشرفته‌ای دارن که برای مردم خیلی پرکششه. در این بازی‌ها فرد توانایی‌هایی داره که در دنیای واقعی نمی‌تونه داشته باشه. می‌دونیم بازی‌های بیشتر اعتیاد آورن که نقطه پایان ندارن. برای امتیاز گرفتن ساعت‌های زیاد، حتی روزها یا هفته‌ها یه سری کارهایی رو در بازی باید انجام داد. برای همین بهتره به بازی‌های جایگزینی فکر کرد که نقطه پایان داشته باشن. افرادی که به کلینیک شما برای درمان مراجعه می کنند چه مشکلات جسمی، فکری یا روانی دارند؟ آدمایی میبینیم که مدت زیادی توی اتاقشون بودن فعالیتی نداشتن معمولا بی تحرکن ممکنه وزن اضافه یا کم کرده باشن ممکنه سر میز با خانواده غذا نخورن و تغذیه سالمی نداشته باشن خوابشون به شدت به هم میریزه وقتی مطابق گذر زمان در دنیای واقعی بازی میکنن یا با گیمرهای آنلاین مثلا در آمریکا بازی میکنن شب نمیخوابن و چرخه خواب و بیداریشون برعکس میشه و خب میدونیم که نداشتن خواب کافی چه تاثیرات منفی داره از نظر بهداشت فردی معمولا میبینیم که هموم نکردن یا دندوناشون رو مسواک نزدن والدین مدام سعی میکنن اینا رو گوش زد کنن اما اگه وسط بازی تیمین این کارو بکنن در نهایت دعوا را میافته. علاوه بر این تاثیرات عاطفی منفی هم داره وقتی بعد از مدت خیلی طولانی بازی رو متوقف میکنن چون بدن به اون سطح بالای دوپامین عادت کرده علائم ترک رو تجربه میکنن برای همین حس خیلی ناخوشایندی دارن ممکنه در مهار احساساتشون مشکل داشته باشن چون خشم و استرابشون شدیده بیشتر وقتها افرادی رو میبینیم که عزت نفس خیلی پایینی دارن و در بازی احساس مثبتی به خودشون پیدا میکنن یعنی فکر میکنن که آفلاین بیارزشن ولی آنلاین کسی هستن؟ بله دقیقا در دنیای بازی میتونن شخصیت جدیدی خلق کنن و کاملا توش غرق شن اونجا توانایی ها و مهارت هایی دارن که در زندگی روزمره ندارن بنابراین در بازی حس میکنن موفقن اما بعد ارتباط برقرار کردن دوباره با دنیای بیرون میتونه خیلی سخت باشه بعضی ها هم ممکن اختلالات عصبی یا رشدی داشته باشند. برای همین برقراری رابطه اجتماعی در دنیای واقعی براشون دشواره. جرقه قرق شدن در بازی های ویدیویی اغلب یک اتفاق دردناکه مثل طلاق والدین، تجربه تلخ در مدرسه، آزار در اجتماع، مشکل کاری، نارضایتی شغلی یا نارضایتی از رابطه. درسته بشنویم که یکی از مخاطبای برنامه در مورد تاثیرات مثبت بازی‌های ویدیویی رو زندگیش چی میگه ولم کنن هیچ کاری نداشته باشم پنج ساعته رو که اصلا نمیفهمم چطوری گذشت یعنی فکر میکنم یه ساعته ولی می‌بینم ای پنج بعد از ظهر ولی در کل اختلال به اون صورت ایجاد نکرده تغییر ولی قطعا چرا تغییر درست کرده همین که ترجیح میدم بازی کنم تا بشینم فیلم سریال ببینم یا اینکه حتی وقتی دور همی داریم با دوستان میشینیم برد گیم بازی میکنیم ولی نکات مثبت خودش هم داره به نظرم خلاقیت بیشتر کرده سرعت عملمو هم خیلی بالا برده چون خیلی اوقات شوتینگ بازی کردم مهارت حل مسئله رو تقویت کرده باعث شده یه جورایی این طرز فکر رو داشته باشم که هیچ مشکلی حل نشدنی نیست حتی اگر خیلی سخت به نظر بیاد اونم از بس معما و پازل و ریدل حل کردیم توی بازی ها. همونطور که دیدیم یکی از گیمرها اشاره کرد که بازی فواید خیلی زیادی هم براش داشته نظر شما چیه به نظرم این نشون میده که برای اکثر مردم بازی کردن میتونه فعالیت سالمی باشه مثل هر سرگرمی دیگه ای که ممکنه داشته باشیم قطعا ما نمیگیم بازی مشکل سازه مزایای زیادی میتونه داشته باشه باعث تقویت عملکرد شناختی و هماهنگی حرکتی میشه فقط تعداد کمی هستند که جوری بازی میکنن که براشون به رفتار اجباری تبدیل میشه و توان کنترلش رو ندارن که به نظر ما این مشکل سازه خیلی از کسایی که آنلاین بازی میکنن بیشتر با افرادی بازی میکنن که هیچ از نزدیک ندیدنشون انگار یه جوری این دوستی ها از شکل قدیمی و سنتیش سن فاصله گرفته اشکالی داره؟ Have... خیلی ها میتونن دوستی های آنلاین داشته باشند. ممکنه درباره چیزایی به جز بازی هم حرف بزنن در پلتفرم هایی مثل دیسکورد راجع به همه چی صحبت میشه فکر میکنم داشتن این روابط خیلی خوبه زمانی مشکل ساز میشه که خارج از دنیای بازی کسی حضور نداره و خبری از خانواده، دوست یا خیشاوند نیست. یعنی وقتی که برقراری ارتباط با دیگران در دنیای واقعی دشوار بشه. معمولا برقراری رابطه آنلاین راحت تره. لازم نیست چهرتون رو نشون بدین. آدما حس امنیت بیشتری دارن. احساس نمیکنن قضاوت میشن. حس میکنن میتونن اونی باشن که میخوان باشن. اما میدونیم که رشد و تقویت مهارت های اجتماعی در زندگی روزمره برای پیشرفت، برای داشتن شغل یا در زمینه تحصیل مهمه. باید بین دوستی های آنلاین و واقعی تعادل وجود داشته باشد. گیمر هایی که مثلا روزی پنج ساعت بازی میکنن ازش کلی هم لذت میبرن متوجه هم نیستن که براشون مشکلات ایجاد کرده. در این صورت باید چه کار کرد؟ به نظرم بستگی به شرایط داره اگه 5 6 ساعت بازی میکنن و بعد از مدرسه است زمانیه که مال خودشون و چیزهای دیگر رو تحت تاثیر قرار نمیده شاید اشکالی نداشته باشه اما اگه تاثیر میذاره و اونا رو از خواسته ها و هدف ها و چیزهای دیگه ای که میخوایم بهش مشغول باشن دور میکنه یا روی خلق و خور روابطشون اثر منفی گذاشته این میتونه مسئله باشه بلماتیک. <applause> <applause> دکتر لاک بود. وقتی به کسی میگین که ده ساعت پای بازی نشسته و جواب میده ای جدی فکرم فقط یه روب گذشته چی بهش میگین؟ <applause> بله خیلی ها زمان رو گم میکنن بازی ها بسیار مهیجن با تصاویر جذاب آدم و جای مختلف میبرن برای همین زمان واقعا گم میشه و تعجب میکنن که ده دقیقه نبوده و ده ساعت بوده که بازی کردن وقتی هم بازی نمیکنن با کندی و یک نواختی زندگی مشکل دارن ممنون دکتر لاکفود یه نگاهی بندازیم به دلایلی که بعضی از آدم ها ساعتهای طولانی گیم بازی میکنن آره دیگه گیمر یه هدفون روی گوشش هست از جهان واقعی جدا میشه و شاید ها خیره بشه به مانیتور با خودش حرف میزنه هیجان زده میشه عصبانی میشه و کسی که از بیرون این فضا و این شخص رو نگاه میکنه دور از انتظار نیست براش که تعجب آور باشه و بهش به عنوان یه اطلاف وقت نگاه کنه که این آدم مثلا چند داره چند ساعت از روزش رو به این شکل تلف میکنه من وقتی خودم رو جای اونهایی که از بیرون نگاه میکنن میذارم بهشون حق میدم و نمیشه توقع داشت که همه آدم ها همه چیزو درک کنن مثلا من خودم هیچ علاقه ای به موزه رفتن ندارم اما میدونم آدمایی هستن که ساعت ها قدم میزنن تو موزه ها و سرتاپ های وجودشون پر از لذت میشه اشکالی هم نداره که همدیگه رو درک نمیکنیم هر کسی راه فرار خودش از این دنیا داره مهمه که در مورد چیزایی که تجربه یا علاقه درک ازشون نداریم قضاوت نکنیم همدیگه رو خیلی از افرادی که بازی میکنن به نوعی از مشکلات واقعی فرار میکنن یا فرارم نه میخوان یه مدتی فراموشش کنن این مکانیزم دفاعی اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟ به نظرم هر چیزی در حد اعتدال و به اندازه خوبه همه ما کارایی میکنیم تا از مشکلات زندگی و احساسات ناخوشایند فاصله بگیریم اما وقتی فرد جز بازی هیچ روش دیگه برای مقابله با شرایط سخت زندگی و کنترل احساساتش نداره این مشکل سازه والدین یا اطرافیان کسی که گیم بازی میکنه چطور باید خودشون رو به دنیای فرد نزدیک کنند؟ معمولاً بازی برای جوانا محیط امنیه فضایی که بهشون اجازه میده به مسائل سخت زندگی فکر نکنن. به نظرم خیلی مهمه اطرافیان به جای اینکه به بازی به عنوان رفتار مشکل ساز نگاه کنن با فرد گیمر رو را صحبت کنن و درک کنن که چرا فرد تا این اندازه خودش رو غرق در بازی کرده. آیا داره از مشکلی فرار میکنه؟ در بازی چه میکنه؟ و چطور بازی کردن از نظر روانی کمکشون میکنه؟ یعنی کنجکاوی نشون بدن کنارشون بشینن یا چه کار کنن بله اگه وقت دارن مرزا و حد و حدود بهتر زمانی که فرد بازی نمیکنه مشخص بشه مخصوصا برای جوانترها. میتونن بازیایی بکنن که آنلاین نیست و اعضای خانواده هم میتونن تو شرکت کنن میتونن به جای اتاق خودشون در اتاق پذیرایی بازی کنن بازی رو به عنوان پاداش در نظر بگیرید مثلا وقتی که از مدرسه یا کار برمیگردن کاراشون رو انجام دادن شامشون رو خوردن میتونن چند ساعتی بازی کنن و بعدش طبق قرار قبلی سر ساعتی که توافق شده بیچون و چرا باید بازی رو تموم کنن خیلی مهمه که همه تصمیمات با مشارکت فرد گیمر باید گرفته بشه بهترین راهی که بخوای به کسی که وسط بازی قرق اون دنیاست بگی دیگه بازی کردن بسته چیه؟ وقتی بازی تیمیه در زمان واقعی انجام میشه و شخص مسئولیت در بازی داره یه دفعه ول کردن بازی روی همه اونایی که دارن بازی میکنن تاثیر میذاره ما تلاش میکنیم والدین درک کنن که وسط بازی نمیشه یه دفعه ول کرد والدین باید از قبل با بچه ها توافق کنن که کی وقت خوبی برای تمام کردن بازیه بهشون حق انتخاب بدن مثلا وقتی به یه مرحله خاصی میرسن یا وقتی یه بازی خاص رو تموم میکنن آیا میخوان ده دقیقه قبلش بهشون تذکر داده بشه که وقت بازی داره تموم میشه نذارید کار به دعوا بکشه اما اگه کار به بحث و جدل کشید باید اطرافیان اول خودشون رو از ماجرا عقب بکشن تا آروم بشن برخورد پرخوشگرانه یا منفعل اوزا رو بدتر میکنه بعد که اوزا آروم شد دوباره با فرد گیمر بشینن و خیلی منطقی حرف بزنن که چطور میتونن با هم وضعیت رو تغییر بدن خیلی از والدین نگرانن که خشونت توی بازی میتونه روی بچه هاشون تاثیر منفی بذاره این درسته چندین مطالعه و تحقیق انجام شده که نشون میده بین خشونت در بازی و خشونت در زندگی واقعی ارتباطی وجود نداره تنها پرخاشگریی که ما در کلینیک میبینیم وقتیه که فرد میخواد به بازیش ادامه بده ولی اطرافیان ازش میخوان دست برداره اگر فرد نتونه احساساتش رو کنترل کنه آشفته و بعد خرق میشه و زود جوش میاره و این معمولا باعث اختلاف و بگومگو در خانواده است و این حالت پرخوشگری ربطی به ژانر و نوع بازی و میزان خشونت در بازی نداره خیلی ممنون دکتر لاک ممنون که بیننده برنامه 37 درجه بودید ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید اگر دلتون میخواد سوژه خاصی رو پوشش بدیم حتما در اینستاگرام پیام بدید و من رو تک کنید همونطور که میدونید برنامه 37 درجه از این به بعد به زبان اشاره هم برای ناشنوایان ترجمه میشه که میتونید در یوتیوب ببینید و همینطور در تلویزیون ساعتهای پخشش در وبسایت بی, بی سی فارسی هست مراقب خودتون باش.